حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای آقایی. ممکنه درباره اهمیت این نشست و در واقع نقش میزبان اون و احتمالاً مهمترین مهمان اون چین بیشتر از شما بشنویم؟ خب هنوز جزئیات به طور دقیق مشخص نیستش. البته حالا بیشتر گفته شده که مقامات ارشد چین، برزیل، آفریقای جنوبی و هند به همراه مقامات ارشد بیش از 30 کشور از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای از آمریکای لاتین توی این نشست دو روزه که قرار 5 اوت یعنی 14 مرداد برگزار بشه شرکت خواهند کرد. روسیه در این نشست شرکت نداره، این خودش مسئله مهمیه، ولی به طور کلی میشه گفتش که ابتکار عمل جاه طلبانه و فرصت طلبانه و حسابشوری از طرف محمد بن سلمان هست برای اینکه شاید بشه جنگ اوکراین رو در یک روندی خاتمه داد. ولی هنوز این نمیشه گفتش که آیا این نشست اگرم برگزار بشه لزوما به این خواهد انجامید که یک صلح، یک آتش بسی به این زودی‌ها بین اوکراین و روسیه بخواد برقرار بشه، ولی به هر حال یک ابتکار عمل مهمی هست. فکر میکنم عربستان داره سعی میکنه که نه فقط اون وزن دیپلماتیک خودش رو توی بعد منطقه ای ارتقا ببخشه، بلکه در بعد بین المللی هم دست به اقداماتی بزنه که بخواد اون وزن دیپلماتیک عربستان افزایش پیدا بکنه در شرایطی که سعی میکنه عربستان استقلال راهبردی داشته باشه، هم روابط خوبی با چین و روسیه داشته باشه و هم روابطش رو با آمریکا تنظیم بکنه. و به خاطر همین از این ابتکار عمل داره استفاده میکنه، یعنی از فرصت جنگ در اوکراین داره به بهترین شکل سعی میکنه استفاده بکنه که روابط خودش رو با آمریکا تنظیم بکنه و عملا خودش رو در نگاه دولت بایدن یک بازیگری نشون بده که اگر قراره که این عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان انجام بشه، عربستان یک سری اقدامات مثبت هم انجام داده، بنابراین یک امتیازاتی رو مثلا بتونه در ازای این اقدامش از دولت بایدن بگیره. ولی اینکه حالا بخوایم به این نتیجه برسیم که لزوما این باعث میشه که جنگ اوکراین بخواد به این زودی خاتمه پیدا بکنه، به نظر من جای تردید وجود داره در رابطه با این. واکنش پوتین رو چطور میبینین؟ در واقع تکرار شرط پیشینش، اینکه باید هر مذاکره صلحی اگر صورت بگیره باید محورش پیشنهادهایی باشه که آفریقا و چین مطرح کردن. خب اینو باید بدونیم که الان فقط عربستان نیستش که وارد گود شده و سعی میکنه که نقش میانجیگر ایفا بکنه. از همون ابتدای آغاز جنگ اوکراین هم کشورهای مختلفی همین نقش رو سعی کردن ایفا بکنن. به طور مشخص ترکیه، ایتالیا، اسرائیل هم یک سری طرح‌ها رو دادن و حتی چندی پیش هم چین، همونطور که شما اشاره کردید، چین هم یک طرح آتش‌بسی رو، حالا حداقل مذاکرات رو ارائه کرده بود که هم طرح چین و هم طرح اتحادیه آفریقا خیلی بیشتر به مزاق کرملین خوش اومده، به خاطر اینکه در هم طرح چین و هم در طرح، حالا کمتر تو طرح اتحادیه آفریقا ولی به خصوص در رابطه با طرح چین، هیچ اشاره صریح و واضحی نسبت به اینکه تمامی نیروهای روسیه باید از خاک اوکراین خارج بشن بهش اشاره نشده بود. ولی اون طرح عربستان وجه تمایزش این هستش که ظاهرا بر اساس طرح 10 ماده خود زلنسکی هستش که نوامبر سال میلادی گذشته در اجلاس G20 G20 ارائه کرده بود و در اون طرح زلنسکی، طرح 10 ماده زلنسکی اشاره شده که باید نیروهای روسیه از کل خاک اوکراین خارج بشن. بنابراین به خاطر همینه که من یک مقدار نسبت به طرح عربستانی که بخواد کارایی داشته باشه، هرچند ابتکار عمل مثبتی از حداقل ما میبینیم عربستان مثل جمهوری اسلامی سعی نمیکنه که در واقع تمام کارتای خودش رو بسوزونه، داره از این فرصت جنگ استفاده میکنه، ولی جای تردید وجود داره که این طرح عربستان هم خیلی به مزاق پوتین خوش بیاد، چون به هر حال تو هر روند مذاکره باید روسیه حضور داشته باشه. فقط در آخر هم اینو بگم، در حالی داره عربستان این کارو میکنه که به نظر میرسه یک مقدار روابط بین ترکیه و روسیه شکراب شده، مقامات ترکیه دارن تماس میگیرن با پوتین که بتونن این توافق غلات رو از سر بگیرن. ظاهرا کرملین پاسخ به ترکیه نمیده، چون ترکیه یک سری از فرماندهان گردان آزوف رو از ترکیه تحویل اوکراین داد و با عضویت سوئد در ناتو موافقت کرد. بنابراین عربستان چنین فرصت طلبی رو داره از قبل جنگ اوکراین به نفع منافع خودش به کار می‌بنده.